بسم الله الرحمن الرحیم در طلوع صبح صادق برف شادی دل رباست لابلای دانه برف دستان خداست نیک بنگر سجده شکری به جا آرو بخند گرمی این بزم در دستان پرمهر شماست عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب برنامه به وقت بیداری برنامه که مشاهده می به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی و بخش فارسی دری تقدیم نگاه های گرم و مهربان شما عزیزان می شود. خوشحال می شوم. که افتخار بدهید و با برنامه خود همراه باشید از طریق پل ارتباطی و این شماره شماره مثبت 964 780 255 40 13 در همین جا و ابتدای برنامه تشکر می کنم از بینندگان محترمی که از جای جای دنیا با ما در ارتباط میشند از جمله از کشور دوست و همزبان کشور تاجیکستان و مردم فارسی زبان این کشور بیننده عزیزی با این شماره با ما در ارتباط شدند شماره مثبت 99 294 شماره آخر 11 12 سوالی پرسان کردند این بیننده محترم که در شخصی به ایشان پاسخ داده شد بینندگان ارجمند طبق روال شنبه شبها استفاده میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد گرامی جناب آقای فیاضی خواهش میکنم با موضوع برنامه که کیفر الهی ماهیت آن فلسفه کیفر و چگونگی کیفر الهی هست و برنامه خود همراه باشید عرض سلام دارم خدمت شما و وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و سلام و سلام علی محمد و آل الطاهرین عرض سلام دارم خدمت شما جناب های نعمتی و همکاران بزرگوار شما در شبکه هادی تیوی و ادای احترام میکنم خدمت بینندگان محترم و ارجمندی که پیگیر و دنبال کننده این سلسله های به وقت روشنایی هستند ان که بتوانیم در این برنامه قطرات از معارف اسلامی رو خدمت شما و محضر بینندگان محترم اسلامی تقدیم بکنم شما. بسیار ممنون انشاءالله، همانطور که اسم برنامه به وقت بیداری هست، این گفتگوها، این نشستها و پرسش و پاسخها باعث بیداری روح و جان ما باشد و به خصوص موضوع بسیار مهم این برنامه که بررسی کیفرهای الهی هست. بالاخره جهانی که ما پیش رو داریم و جهان آخرت هست و زندگی که در او جهان پیش رو داریم بسیار مورد توجه انسان ها در همین دنیا هست و یکی از اون موارد مسئله کیفر الهی هست جناب استاد در برنامه گذشته انگیزه هایی برای کیفرها به طور مطلق چه دنیایی چه آخرتی بیان شد و چند مورد از این انگیزه ها را صحبت کردید و نتیجه گیری این شد که هیچ کدام از این انگیزه ها در مورد کیفر الهی در جهان آخرت نمی تواند صادق باشد و تطبیق کند پس سوال این گونه مطرح می شود در این برنامه که فلسفه کیفر الهی چیست یا چه انگیزه ای باعث می شود که خداوند متعال انسانهای گنهکار و مجرم را کیفر کند بله همچنان که اشاره کردین جناب نعمتی بالاخره در کیفرهای دنیایی در محکمه های دنیایی یا در قوانین بشری امروز کیفرهای جعل شده است کیفرهای قرار داده شده است برای این کیفرها یک سری انگیزه ها و اهدافی هست قطعا او قانونگذاری در هر کشوری بالاخره در او مجلس و پارلمان هر کشوری که قانون را ای مجازات را و ای کیفر را برای بعضی از خاطیان و بعضی از مجرمان جعل کرده و قرار داده است یک هدف یک انگیزه بالاخره اوقلایی و اقلانی داشته است چهار پنج تا انگیزه گفته ممکن است در بین کیفرهای دنیایی باشد هم. مثل تشفی خاطر مثل تربیت فردی یا تربیت اجتماعی یا مثل احقاق حق یا مثل پیشگیری همه اینها رو بررسی کردیم که نمیتواند اینها حقیقتا فلسفه و هدف کیفر الهی در جهان آخرت باشد ما نمیتوانیم اینها رو به عنوان کیف... به عنوان انگیزه اصلی به عنوان فلسفه اصلی و به عنوان علت اصلی کیفر الهی در عالم آخرت و جهان آخرت ما اینها رو در نظر بگیریم پس باید ما بیاییم فلسفه های دیگر رو بررسی بکنیم سراغ انگیزه های دیگر و سراغ اهداف دیگر برای کیفر الهی و مجازات الهی برویم از همین جهت است که در جهان اسلام از صدر اسلام بعد از رهلت پیامبر حتی در زمان پیامبر این مسئله مسئله ای بود است که مورد سوال قرار گرفته است از پیامبر بزرگوار اسلام از امامان معصوم بعد از او در جهان اسلام چه جهان اهل سنت باشد و چه جهان شیعه باشد دانشمندان متکلمان بالاخره شخصیت های برجسته علمی آمدن در این زمینه اظهار نظر کردند بله. نظریات مختلفی را آمدن مطرح کردند و بررسی کردند و فلسفه هایی را آوردند که امروزه در منابع اسلامی ما منابع کلامی و ما منابع اعتقادی ما این فلسفه ها وجود داره ما یک یک بیاییم اینا رو بررسی بکنیم ببینیم آیا این فلسفه ها میتواند فلسفه مجازات و کیفر باشد یا نمیتواند یا در بین این فلسفه ها و در بین این اهدافی که اندیشمندان مسلمان مطرح کرده است کدام فلسفه فلسفه دقیق است بله. کدام فلسفه فلسفه درست است که ما او را بگیریم و بقیه فلسفه ها را ما نتوانیم تطبیق بدهیم و نتوانیم بالاخره قبول بکنیم ما تصمیم داریم ان بتوانیم در این برنامه و برنامه های آینده یک این فلسفه ها و یک ها یکی اهداف را که در منابع کتابی و منابع کلامی ما بالاخره آمده است و نقل شده و شخصیت های جهان اسلام از شیعه و سنی اینها را مطرح کردن یکایک یک اینها رو بررسی بکنیم و به یک نتیجه برسیم اونهایی که دچار اشکال هست مواجه با بالاخره اشکال هست اون اشکالات اونها رو مطرح بکنیم تا به اون فلسفه اصلی برسیم که فلسفه اصلی رو انشاءالله بتوانیم تبیین بکنیم تا از مجموع اینها و این نتیجه برسیم که بالاخره فلسفه و کیفر و فلسفه و ماهیت کیفر الهی بالاخره کدام یکی هست بسیار یک نکته من با اجازه شما در همین ابتدا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که گاهی این به اصطلاح مشکل مطرح می شود که کلمه فلسفه یا کلمه ماهیت برای ادهی ممکن است سنگین باشد فهم این مطلب که بالاخره فلسفه یعنی چه و ماهیت کیفر یعنی چه اگر بخوایم به یک زبان ساده تر بیان کنیم ما به دنبال پاسخ این سوال هستیم که خداوند مهربان خداوند رعوف خداوند رحمان رحیم که در بسیاری از جاهای قرآن در زبان معصومین خداوند بسیار مهربان هست نسبت به همه بندگان خودش چرا باید یک مجازاتی قرار بدهد کیفری برای اعمال انسانها قرار بدهد و او مجازات و کیفر بگونه باشد که گاهی واقعا ترسناک هست اون آیاتی که میاید مثلا جهنم را ترسیم میکند و آتش جهنم، غذاهای جهنمی و بسیار مواردی که در قرآن فراوان داریم چرا چنین مجازات سخت و سنگینی از جانب خداوند رعوف و مهربان سادر میشود؟ <تصفح> ما به دنبال جواب ای پرسش و سوال هستیم حالا به های مختلف ممکن است مطرح شود <تصفح> که جناب استاد هم اشاره کردند فلسفه کیفر الهی چی هست؟ ولی در حقیقت فلسفه به زبان ساده تر همون چرایی و علتی تحقق کیفر الهی علت این که بندگان را خداوند کیفر می کند بله. یا کیفر می شود دوچار عذاب می شود علتش چیست چون بحث یک مقدار بحث تخصصی است چاره ای نیست گاهی بعضی از اصطلاحات اصطلاحات دلست. علمی را هم به کار ببریم ان در حد توان و در حد وست سعی میکنیم که به زبان خیلی ساده هم بیان بکنیم اما بعضی از اصطلاحات چون اصطلاحات علمی است چاره ای نیست که اونها هم نام برده شود و به کار برده شود بسیار علیه. اما اولین علت یا اولین فلسفه یا اولین هدف که در بعضی از منابع اسلامی بعضی از شخصیت های مسلمان اندیشمندان مسلمان مطرح کرده است یا خیلی امروزه در زبان عرفی و آمیانه هم این مسئله مطرح می شود بعضی ها نظرش اینه که فلسفه و علت کیفر الهی این است که کیفر و مجازات مقتضای عدل الهی است یعنی بر اساس عدالت است اگر خداوند کیفر نکند عدالت او خدشه دار می شود اگر خداوند در عالم آخرت به اون بندگان خوب ثواب ندهد عدالت او خدشه دار می شود نقطه مقابل او بندگانی که در دنیا معصیت کرده است نافرمانی خدا را کرده است اگر او کیفر و مجازات نشود عدالت خداوند زیر سوال می رود و عدالت خداوند خدشه دار می شود من به عنوان نمونه یک دو تا آیه رو هم در اینجا یک آیه را یک حدیث را هم بخوانم ان بررسی میکنیم که آیا واقعا میتواند بحث مقتضای عدل الهی یا مطابقت با عدل الهی فلسفه و علت کیفر باشد یا نمیتواند مثلا به عنوان مثال این آیه 47 سوره مبارکه انبیاست و نذع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مسقال حبة من خردل آتینا بها و کفابنا حاسبی در این آیه شریفه 47 سوره مبارکه انبیا خداوند میفرماید ما در روز قیامت او میزان را او ترازوی را او وسیله سنجش اعمال را بله. او وسیله بالاخره سنجش کردار بندگان را در عالم محشر و در عالم قیامت قرار میدهیم. او هم از روی قسط بر اساس عدالت دیگه اونجا طرفداری از کسی نمی شود تمام کارها بر اساس قسط است بر اساس عدالت است فلا تو ظلم و نفسون شیعا هیچ کسی در حق او ظلم نمی شود کار خوب اگر کرده است پاداش خود را می بیند. کار بد اگر انجام داده است باید عقاب خود را ببیند و اینکان مسقال حبت من خردل اگر اعمال او چه اعمال خوب باشد چه اعمال بد باشد به اندازه یک دانه جو یک دانه ارزن اگر کاری انجام داده باشد آتینا به او رو در عالم محشر روی اون ترازو روی اون میزان هرزه میکنیم چکترین و ریسترین اعمال را هم ما میاریم و میاریم ارزه می کنیم محاسبه تا محاسبه شود تا در میزان قرار بگیرد و کفا بنا حاسبین همین که ما حسابرسی رسی می کنیم همین کافی است یعنی مهمترین خصوصیت عالم قیامت حسابرسی است بررسی اعمال هست یا در روایتی بالاخره در از سفارش های امیر مؤمنان علی علیه السلام است نسبت به فرزندانش بعد از اینکه در محراب مسجد کوفه فرق مبارک حضرت شکافته شد مجروح شدند در شب سهرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان بدن پرخون امام رو آوردن در خانه تا 21 ام بالاخره امام در قید حیات بود و در 21 ماه رمضان به شهادت رسید وصیتی دارد سفارشی دارد به فرزندان خودش به امام مجتبی و امام حسین حضرت سید الشهدا این تعبیر رو دارد کونا لظالم خصما وللمظلوم اونا یعنی همیشه کار شما بر اساس عدالت باشد بر اساس قسط باشد بر اساس دادگری باشد همیشه پشتیبان مظلوم باشید و همیشه شما بر ضد ظالم و ستمگر باشید خسم و دشمن ظالم باشید و عون و یار و یاور و نصرتگر مظلوم باشید ای به عنوان نمونه من این دو مثال رو آوردم دو نمونه رو آوردم یک روایت و یک آیه شریفه ما زیاد داریم بالاخره که خداوند رو به عنوان این که در عالم قیامت بر اساس قسط و عدالت رفتار میکنه بله. یا سفارش های فراوانی بالاخره از ائمه معصومین داریم که در دنیا بندگان باید بر اساس عدالت رفتار بکنند یا صفات خداوند را به عنوان عدل و دادگری و قسط یکی از مهمترین صفات خداوند در روایات بیان میکنند حتی بر اساس آموزه های دینی ما در اصول دین ما بقیه صفات خدا رو در اصول دین نداریم اما عدل رو ما به عنوان یک اصل به یک اصل از اصول دین ما ای رو میاریم به خاطر اهمیتش هست حکم صفات خداوند کم نیست درست. در عدیه ما وقتی نگاه میکنیم در دعای جوشن کبیر و امثال اینها هزار صفت برای خداوند است اما اینکه عدل را مطرح کرده است برجسته کرده است به خاطر اهمیت عدالت است یا در بین اندشمندان مسلمان روی عدل بحث شده است جنجال های مطرح شده است به خاطر اهمیت این صفت است از همین جهت که این پاسخ تقریبا یک پاسخ ابتدایی است که خیلی از نگاه آمیانه هم مطرح شده است. از نگاه بعضی از اندیشمندان مسلمان هم مطرح شده است. که فلسفه و علت و چرایی کیفر الهی این است که بر اساس مقتضای عدالت است. یعنی عدالت اگر... ایجاب, می... ایجاب می کند که حتما باید <applause> کیفری از طرف خداوند بله بله. متعال باشه عدالت او ایجاب می کند. خواهش دارد که باید به بندگان خوب پاداش داده شود و بندگان بد کیفر شود بله. حتی این تعبیر داره جناب استاد که اگر خداوند عدالت را بخواهد اجرا کند در این دنیا امکان اجرای عدالت وجود ندارد بله بله. یعنی آنگونه که شایسته و بایسته هست بندگان خوب پاداش داده نمیشوند در این دنیا بله. و انسان های مجرم و گناهکار نمی توانند که به اندازه که لازم هست اینجا عذاب شوند ظرفیت ایران ندارد که بخواد اینجا بله. عذاب شود لذا باید جهان دیگری باشد که در اونجا خداوند متعال عذاب کند و پاداش دهد هست بله. همین جهت است برای که فلسفه یا ای علت رو ما بررسی بکنیم من یک اشاره به معنای عدل داشته باشم عدل رو در از نظر لغت و زبان شناسی عدل را میگوید عبارت است از قرار دادن هر چیز در جایگاه خودش هر چیزی اگر در جایگاه خود قرار بگیرد از نظر زبان شناسی و از نظر لغت و این میگوید عدل بله. از نظر اصطلاح کلامی و اصطلاح علمی عدل نسبت به خداوند درست. نسبت به خداوند عدل این است که خداوند همه خوبی ها را انجام می دهد، هیچ کار قبیه را انجام نمی این معنای بله. عدل است یعنی هر آنچه که خداوند انجام می دهد، کار حسن است کار نیکو است هیچ وقت هیچ وقت کار خداوند کار قبیه نیست پس هر آنچه تکلیف کرده است حسن است مجازات می کند حسن است ما را دستور داده است به کاری حسن است نهی از کاری کرده است حسن است اما آیا واقعا می تواند کیفر الهی بر اساس مقتضای عادل باشد من همین جهت رو بررسی بکنم بله. برای اینکه به این که ای مسئله پی ببریم و حقیقت این مسئله که های واقعا میتواند بر اساس عدالت باشد یا نه چون گفت معنای عدالت این است که هر چیز در جایگاه خود قرار بگیرد اگر معنای عدلی است اگر در عالم قیامت کسی اگر به کسی ظلم کرده است دو راهکار وجود داره دو تا رای حل وجود داره یک رای حل این است که خداوند از حسنات و حقوق ظالم بگیرد بر حسنات و حقوق مظلوم بیفزاید و اضافه بکنه درسته تا جبران حقی شود احقاق حقی او شود رای دوم این است که نه نسبت به ظالم اگر حسناتی دارد اگر کارهای خوبی دارد کارهای خوب او را حسنات او را خداوند کسر نکنه کم نکند اما از دریای بیکران رحمت خودش به خاطر اینکه احقاق حق مظلوم شده باشد عنایتی به او بکنه دلست. من به عنوان مثال ارز بکنم مثلا پنجاه درجه ثواب دارد چون در دنیا انجام داده است به خاطر اینکه در دنیا ظلمی هم در حق او شده است یک پنجاه درجه ثواب دیگری هم به او بدهد تفضلن و عنایتا تا بالاخره جبران حقی او شود اما اگر آمد این ظالم در آتش جهنم سوخت اون غذاهایی که بالاخره به تعبیر قرآن مجید غذاهایی که مثل مس یا مثل سرب گداخته است که در دل آدم و در درون آدم می جوشد اگر این گونه عذاب شد یا بالاخره اون آبهای داغی بالاخره نوشانده شد یا بالاخره غذاب های دیگری که در تعابیر روایات در تعابیر آیات دارد به اون عذاب ها دوچار شد هیچ چه نفعی به حال این مظلوم میرساند هیچ فایده ای هیچ فایده‌ای به او ندارد چون ما میگوییم بالاخره خداوند باید احقاق حق او بکنه بله احقاق حق او دوتا راه داره یا اینکه از حسنات و خوبی های ظالم بگیرد به او بدهد حسنات او کمتر شود او ثواب او کمتر شود یا اینکه نه از حسنات ظالم هم کار نگیرد بلکه بیاید از دریای بیکران خودش تفضل بیشتری به او بکند بله یه کمتر ثواب کرده کمتر اطاعت کرده اما چون مظلوم در دنیا واقع شده است ثواب بیشتری به او بدهد یه احقاق حق است این معقول و منطقی است اما این که ظالم در آتش بسوزد عذاب شود هیچ سود به حال مظلوم نداره درست یک نکته نکته دیگر مهمتر اینکه که بر اگر ما این کسی که گناه کرده معصیت کرده است نسبت به حق و ناس باشد چون شاکی خصوصی داره ممکن است حالا توجهی داشته باشد که عذاب شود کیفر شود اما یک بخش مهمی از کیفرها به اعتبار حق الله هست درسته. به اعتبار این که نماز نخوند من خدمت شما و بینندگان محترم اشاره بکنم تکالیفی که ما انجام میدهیم یا وظایفی که بر دوش ماست بعضی از تکالیف تکالیف است که نسبت به انسانهای دیگر هست یا اگر ظلمی هم میکنیم در حق دیگران هست همچنین گاهی اگر معصیت هم میکنیم بعضی از معصیت ها معصیت است که ظلم در حق انسانهای دیگر نیست ما نافرمانی خدا را کردیم بله. خدا به ما دستور داده نماز بخوریم نماز نخوندیم در حق دیگر رو ربطی به دیگران نداره حج به ما واجب شده انجام ندادیم انجام ندادیم روزه به گردن ما واجب بوده است روزه رو انجام ندادیم بقیه ای واجباتی که حق الله هست حق خداست خب نسب، مخصوصا نسبت به اون تکالیفی که حق الله باشد اگر اینجا بیاید اون بنده ای که بالاخره معصیت کرده است در آتش جهنم بسوزد احقاق حق چگونه قابل تطبیق است خدا که به نماز روزه ما نیاز نداشته است داله. که ما بگوییم بالاخره چون ظلمی در حق خدا شده است ما حقی را از خدا ضایع کردیم پس باید در عالم قیامت این بنده در آتش جهنم بسوزد پس باید مجازات شود عید برنامه ای گذاشتم عرض کردم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم هر آنچه که ما انجام میدهیم به نفع و ضرر خود ماست درسته. اگر ما تکالیف را انجام میدهیم در راستای سعادت و کمال ماست اگر معصیت میکنیم برای سقوط ماست برای تنزل ماست برای شقاوت و بدبختی خود ماست کل ای عالم هستی اگر اطاعت خدا رو بکند چیزی بر کمالات خداوند نمی افزاید. درست. او کامل مطلق است او کمال مطلق است تمام این عالم هستی اگر معصیت و نافرمانی او رو بکند نقصی بر دامن کبریایی او نمی نشیند بله. پس اینجا احقاق حقی معنا ندارد چون حق الله از بین رفته است پس باید این کسی که معصیت کرده است در آتش جهنم بسوزد حقاق حق اینجا قابل تصور نیست این نکته نقطه... درسته با توجه به اینکه به میان برنامه رسیدیم ان شاء نکات به همین جا اکتفا کنیم ادامه مباحث بعد از یک استراحت کوتاه خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند هستیم در یک سخن بسیار زیبای امام حسن مشتبه علیه و السلام میفرمایند من عبد الله عبد الله له كل شيء هر کس خدا را اطاعت و فرمان برداری کند خداوند متعال همه چیزها را فرمان بردار و مطیع او میگرداند ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد توی وان که نمردست و نمیرد توی عزیزان بعد از یک میان برنامه کوتاه همچنان در خدمت شما بینندگان هستیم با برنامه به وقت بیداری بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان برایت از فرج خواندیم و این از روی عادت نیست دعا کردن برای تو مگر اصل روایت نیست توی که انتظارت افضل الاعمال آدم هاست بدون انتظار تو عبادت ها عبادت نیست برای ظالمان و کافران و ثروت دوزان، مگر ای حجت حق بودنت اتمام حجت نیست صلاحی نیست غیر از عشق در دستان ما اما نمیدانم چرا در این دعاها استجابت نیست گناه انقدر ما را در سیاهی ها فرو برده است که حسی در وجود ما به جز حس خجالت نیست سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند که وقتی موسم دیدار می آید که فرصت نیست خدای مهربان هم در فرج تعجیل خواهد کرد به شرطی که ببیند در دل ما سوء نیت نیست آقا ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است گر به دادم نرسی میروم از دست بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است همه جا بخشش و احسان و کرم کار تو است کاسلیسی در خانه تو کار من است دانم ای دوست که به ارزش و بی قیمت. ولی آخر چه کسی جز تو خریدار من است بگذری گر شبی از گوشه سجاده من بنگری آه جگر سوز فقط یار من است ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است کاش آید سحری که تو لیاقت بدهی بعد یک عمر دیگر نوبت دیدار من است ای عزیز همه عالم تو خودت می دانی کل باری ز گنه تحفه بازار من است پسر فاطمه پسر فاطمه ما سائل درگاه توی پسر فاطمه ما سائل درگاه توی کرمی کن که گدایان سر راه تو ایم گرب دادم نرسی میروم از دست بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است یا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خیلی خوش آمدید به برنامه به وقت بیداری یکی از بهترین دعاهایی که می توانیم داشته باشیم ذکر بسیار شریف صلوات بر محمد و آل محمد هست اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم که فرموده اند هر کس گناهان زیادی داشته باشد و کار خوب و کار نیکی نداشته باشد در پرونده عمل خود که گناهان او را جبران کند باید زیاد بر پیامبر و آلش صلوات بفرستد عزیزان تشکر می کنم در همین جا از همه بینندگان عزیزی که لطف دارند برنامه خود را منت من می گذارند و از طریق واتساپ برنامه در تماس میشن از جمله بیننده عزیزی از کشور خوب ما افغانستان با برنامه در ارتباط شدند با این شماره شماره مثبت 93 77 4 شماره آخر 7003 و تشکر کردند از برنامه ما هم متقابلا از شما عزیز بیننده و همه شما بینندگان خوب و ارجمند تشکر و قدردانی میکنیم انشاءالله نظرات سازنده و پیشنهادات و حتی انتقادات شما باعث پیشرفت ای برنامه باشد گفتگو میکردیم با جناب استاد فیاضی پیرامون چرایی و فلسفه کیفرهای الهی که اشاره کردید جناب استاد یکی از فلسفه هایی که بیان شده است برای کیفرهای خداوند متعال مسئله عدل الهی هست و پاسخ به این سوال که آیا مختزای عدل ای هست که خداوند متعال کیفر داشته باشد در جهان آخرت یا نه؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردم که نسبت به این که آیا عدل الهی میتواند واقعا فلسفه و چرایی کیفر الهی را بله. بیان بکنه یا نه؟ گفتیم نمیتواند چون عدل الهی یعنی احقاق حق شود یعنی به کسی ظلم شده و خداوند میخواهد احقاق حقی بکنه دو راه حل داره یکی اینکه بالاخره از حسنات و حقوق اون مجرم و اون ظالم به مظلوم داده شود یکی این که بالاخره خداوند از عنایت خودش از رحمت خودش به مظلوم بدهد و جبران بکنه پس معنا ندارد که او در آتش بسوزد او عذاب شوه او عذابهای سهمگین و بالاخره اون عذابهای سختی که در صفات جهنم و عذاب آخرت مطرح شده یا اینکه نکته دیگر هم گفتم نمیتواند این فلسفه و چرایی کیفر الهی باشد به خاطر اینکه نسبت به حق الله حق کسی ضایع نشده است بله. ما اگر اطاعت خدا نکردیم به خود ما ظلم کردیم اگر اطاعت کردیم برای خود ما کار کردیم اگر معصیت کردیم به ضرر خود ما هست درسته. ما ظلم در حق کسی نکردیم نکته سوم رو هم اضافه بکنم نکته سوم این است که اگر قرار باشد ما عدل الهی را فلسفه و چرایی و علت کیفر بدانیم بر اساس عدل باید جرم با کیفر مطابقت داشته باشه بله نمی شود جرم جرم کوچک باشه اما کیفر کیفر خیلی سنگین باشه کیفر ترسناک باشه کیفر سخت باشد یا عذاب عذاب ابدی باشد یکی با عدل سازگاری ندارد دیگه بله. در حالی که ما در صفات جهنم و در خصوصیات جهنم یک عذابهایی داریم که حقیقتا درسناک است تعبیر دارد مثلا به جحیم آتش سوزان درستان. یا تعبیر دارد نسبت به عذاب جهنم تعامن دا غصتین غذایی در اونجا به عنوان عذاب خورانده می شود که این, از این غذاها غذاهای خشن و مرگبار است لا اله الله. یا بعضی آیات تعبیر دارد کلمه یغلی فی برای معصیت کاران سرب گداخته مثل گداخته به دهان اونها ریخته می شود مثل اینکه درون او بجوشد مثل اینکه در درون او سربی بجوشد آهنی بجوشد لا اله خیلی عذاب عذاب ترسناک است حتی همین عنوان و همین تعبیر که ما در دنیا که دنیا فانی هست و گذرا هست 60 سال 70 سال 80 سال عمر میکنند اگر کل که همین 80 سال ما به گناه بگذرانیم گناه حلی حلی های مختلف داشته باشیم ولی عذاب که به او دنیا صورت میگیره عذاب آخرتی هست و جاودان هست تعبیر قرآن داره که هم فیها خالدون یعنی تا عباد در عذاب جهنم باقی میمانند خب این چطور میشه باز همو سوال هست که 80 سال گناه چطور بله. عذاب جاویدان را در پیدا؟ عذاب این ای با عدالت اگر باشد پس با عدالت سازگاری ندارد نه. یا یک کسی ممکن است مثلا در یک عمر 50 سال هشتاد 80 سال کافر بوده است مشرک بوده است اما عذاب او عذاب ابدی باشد بله. عذاب مخلط باشد این با گناه و با جرم او سازگاری ندارد یا بعض معصیت هایی که اینجا انجام داده است بالاخره مدت های طولانی در جهنم باشد مدت های طولانی عذاب شود یه با عدالت خداوند سازگاری ندارد بله. پس ما نمی توانیم, نمی توانیم فلسفه و چرایی و علت کیفر الهی رو مقتضای عدل الهی بدان درست چون عدالت بالاخره باید مطابقت باشد عدالت در او احقاق حق باشد وقتی تزیه حقی نباشد اینجا دیگه کیفر معنا نداره اینجا بالاخره اقاب و عذاب معنا نداره یا اگر خود معصیت معصیت کوچک باشه معصیت اندکی باشد عذاب ابدی معنا نداره بله. پس این فلسفه نمیتواند به عنوان فلسفه اصلی و به عنوان علت اصلی برای مجازات و کیفر الهی باشه میشه جناب استاد این تعبیر کنیم که عدالت میتواند یک بخشی از چرایی و علت و فلسفه کیفر باشد و نه او علت اصلی نه در اینکه نسبت به اینکه خداوند عادل است و تمام همچنان که آیه شریفه را هم در لحظات پیش خدمت شما و بینندگان محترم قرائت و تلاوت کردم دارد که تمام کارها بر اساس قسط است بر اساس عدالت است خداوند بالاخره اگر ما ذره به اندازه یک دانه جو به اندازه یک دانه ارزن دانه گندم کار خوب داشته باشیم پاداش او را به ما میدهد اگر ما کوچکترین معصیت داشته باشیم بالاخره باید عقاب او را ما باید ببینیم درست. در این حال که رحمت خداوند وسیع است ممکنه ما مورد عفو قرار بگیریم مورد بخشش قرار بگیریم اما در عین حال کار در اونجا بر اساس عدالت است بر اساس دادگری است ظلم در حق کسی نمی شود دارد فلا تو دلم اونجا ظلم نمی شود در حق کسی در اینکه تمام کارهای خداوند بر اساس عدل و داد است در این شکی نیست بله. اما کیفر تبیین کیفر الهی بررسی کیفر الهی بر اساس عدل الهی با این اشکالات مواجه است بله نمیتواند بالاخره قانع کننده نیست بله. نمیتوانی ما خود را قانع بکنیم که یک معصیت کوچک عذاب دائمی داشته باشد. بلد. بلد. در جایی که حق از کسی زایع نشده است او در آتش جهنم بسوزد پس برای تفسیر درست برای شرح و توضیح و تفسیر درست کیفر الهی و مجازات خداوند متعال باید به دنبال یک پاسخ دیگری, یک پاسخ دیگری, دیگری یک فلسفه دیگری باشه. یک نکته دیگری یا یک پاسخ دیگری که برای این مسئله بعضی از دانشمندان جهان اهل سنت مطرح کرده است این خدمت شما و بینندگان محترم عرض کنم که در جهان اهل سنت از همون صده های اول و دوم بالاخره هجری دو تا جریان جریان کلامی و جریان اعتقادی جریان غالب بوده است در جهان اهل سنت یک جریان جریان عقلگرا بوده است که از او تعبیر به معتزله می شود درسته. یک جریان جریان ظاهرگرا و سنتگرا بوده است که از او تعبیر به جریان اشعری یا اشاعره می شود این فلسفه بیشتر در مکتب اشاعره اون جریان سنتگرا و ظاهرگرای اهل سنت آمدن این سخن رو گفتن که ما نسبت به هیچ کار خداوند اصلا حق سؤال کردن نداریم اجا. اصلا ما اینکه خداوند چرا کیفر میکند حق سوال نداریم چرا پاداش میدهد حق سوال نداریم اجه. چرا خصوصیات جهنم این گونه هست حق سوال نداریم فلان طاعت بالاخره برای چی هست فلسفه ای او هست حق سوال نداریم به اصطلاح او... یک تعبیر هست میگه که این لقمه از دهان ما مب... بزرگتر است. بله اونا تعبیرش اینه که هر آنچه خداوند انجام بدهد و کار نیکوست اجه. ما حق سوال نداریم هر آنچه که خداوند از اون ناهی کرده است او کار بد است قبیه است ما حق سوال کردن نداریم این یک از فلسفه هاست پس بنابراین با توجه به این مبنا و به این قاعده ای که این جریان کلامی و اعتقادی اهل سنت داره یعنی ما اصلا نسبت به کیفر الهی حق سوال نداره یعنی خداوند متعال اگر در عالم آخرت تمام انسان را هم عذاب کنه باز هم حق سوال نداره خوبان عالم خوبان عالم انبیا و اولیا و اوسیا و خوبان را به جهنم بفرستد بدکاران را به بهشت بفرستد ما حق سوال نداریم چون خداوند متعال کار انجام داده خداوند متعال انجام داده است پس در ضمن این قاعده کلی که اونها دارد در ضمن این قاعده کلی ما حتی حق سوال از کیفر الهی هم نداریم ما نمیتوانیم سوال بکنیم که فلسفه و علت و چرایی عذاب جهنم چیست؟ اقاب آخرت چیست؟ هرچه در آیات و روایات آمده است ما سمعا و طاعتا میپذیریم هیچ سوال نمی کن. اشکالی که بر این مبنا و بر این قاعده وارد است و معمولا در جهان اسلام مطرح شده است اینه که اگر قرار باشد ما عقل و خرد را تعطیل بکنیم بله. عقل و خرد را تعطیل بکنیم نتیجه و پیامد او اینه که ما کل شریعت را باید تعطیل بکنیم آخر اصول دین ما بر اساس عقل است ما اگر خداشناسی را اثبات میکنیم بر اساس عقل است اگر ما نبو و اصل نبوت را اثبات میکنیم بر اساس عقل است اصل معاد را ما اگر اثبات میکنیم اصل عدالت را ما اگر اثبات میکنیم بر اساس عقل است ممکنه در خصوصیات اینها ما عقل توان درک او را نداشته باشد در خصوصیات قیامت و امثال اینها بالاخره ما به آیات و روایات مراجعه کنیم بله. اما کلیتش باید با عقل باشد ما اول خدا رو با عقل بشناسیم بعد خدا را شناختیم این خدا پیامبری فرستاده است کتابی فرستاده است ما کتاب او را قبول داریم هر چی در کتابی او آمده است هر چی در شریعت او آمده است میپذیریم ما اگر در مرحله اول ما با عقل خود خدا را قبول نداشته باشیم شریعت را ما قبول نداشته باشیم پس کتاب او هم برای ما اعتبار نداره کتاب او را ما قبول نداریم اگر ما این مبنا این سخن را ما بپذیریم در حقیقت کل شریعت کل اصول دین کل آموزه های دینی ما زیر سوال می رود پس این سخن سخن نارواست که ما اصلا در مورد کیفر الهی حق سوال نداشته باشیم بله. حق بالاخره این پرسش نداشته باشیم که چرا بالاخره خداوند در عالم آخرت و در عالم قیامت بدکاران و معصیتکاران را مجازات میکنه این دومین سخن هست سومین سخن بعضی ها آمدن اینطوری مطرح کردن که اصلاً کیفر الهی غایت و هدف تکلیف است بله برای این که تکلیف به غایت خود برسد باید مجازات باشد و ثواب باشد یعنی تکمیل کننده تکلیف تکمیل کننده ای تکلیف خداوند متعال فرموده است فلان کارها را انجام بدهید و این کارها را انجام ندهید تکمیل کننده این اعمال این هست که بالاخره باید یک عذابی باشد یک عذاب است. سمره ای تکلیف است. برای اونهایی که نفرمانی بله بله. میکنند تکلیف و نتیجه ای تکلیف این است که اگر کسی اطاعت کرد باید به ثواب برسد باید به پاداش برسد باید به بهشت برسد کسی اگر معصیت کرد و نافرمانی کرد باید به عقاب الهی برسد باید بالاخره مجازات شود بله. گیر بعضی مطرح کردن اما آیا واقعا می تواند این فلسفه تکلیف باشد؟ آیا حقیقتا سمره تکلیف نتیجه تکلیف سواب و اقاب است؟ خدا ما را فقط برای سواب و اقاب تکلیف کرده است؟ نماز و روزه و این همه دستورات دینی که داده است آیا حقیقتا برای سواب و اقاب است؟ نمی تواند این درست باشد چون حقیقتا تکلیف برای رشد و تکامل ماست بله. سواب و عقاب گرم باشد او بالاخره یک فره هست حقیقتا همچنان که بارها هم خدمت شما و بینندگان محترم اشاره کردم هدف از تکلیف به کمال رسیدن ماست به سعادت ماست ترقی ماست نقطه مقابل معصیت باعث سقوط ماست درست. باعث شقاوت ماست باعث بدبختی ماست پس هر کاری اگر ما انجام میدیم کار خوب اگر هست اطاعت هست یه به نفع ماست ما رو ترقی میدهد ما در مسیر کمال قرار میگیریم اگر نافرمانی خدا میکنیم معصیت خدا میکنیم سقوط میکنیم ما داریم دیگه در آیات و روایات این مسئله مسلم هست انسان موجودی هست که هم جنبه حیوانی دارد هم جنبه قدسی و الهی دارد بله. همین انسان همین موجود چون این دو جنبه در وجود او هست هم جنبه الهی هست و هم جنبه حیوانی هست اگر جنبه حیوانی او غلبه پیدا کرد تحت تأثیر هواها و هوسها و اون جنبه حیوانی قرار گرفت چون به جنبه الهی و اون جنبه اقلانی عمل نکرده اونقدر سقوط می کند که از حیوان پستر می شود همین کنم هست انسان ما داریم که حقیقتا حقیقتا از حیوانات پستر است از بدترین حیوانات پستر است چون حیوانات حداقل در او عقل و خرد نیست بله. جنبه الهی نیست لذا او بر اساس طبیعتی خود عمل می ما ای که جنبه الهی داریم عقل داریم اگر تحت تأثیر جنبه حیوانی قرار بگیریم اونقدر سقوط میکنیم که از حیوان پستر میشه بله. همه انسان همی انسان اگر در اون مسیر کمال قرار بگیرد در اون مسیر جنبه الهی قرار بگیرد در اون مسیر جنبه ملکوتی و قدسی قرار بگیرد اونقدر به کمال میرسد که از فرشتگان بالاتر میرود ما با نسبت به انبیا و بعض اولیا این عقیده رو داریم واقعیت هم است مقام حضرت رسول اکرم از فرشتگان بالاتر است مقام خیلی از انبیا از فرشتگان بالاتر است اینها هم انسان بودند اما چون در مسیر کمال قرار گرفتن از مقام فرشتگان بالاتر رفته است پس حقیقت تکلیف و ماهیت تکلیف صرفا برای ثواب و عقاب نیست بله. برای کمال است برای سعادت است اگر بخوایم یک مثال بزنیم مانند یک معلمی که شاگردهای خوب خود را جایزه میدهد تشویق میکند و شاگردهایی که بعضی گوش باشند گوش به فرمان معلم خود نباشند اونها رو با چوب تر مجازات میکنند اما هدف از درس خواندن را این تشویق ها و جایزه ها و او مجازت ها در نظر نمیگیرد بلکه هدف به خود او شاگرد ها برمیگردد که در آینده آدم های فهمیده ای میشوند بله. یا اینکه آدم های بیسواد سواد هیچ سود به حال او معلم و استاد نداره بله چه اگر تنبیه میکنه، چه اگر تشویق میکنه سود و ضرر او به حال استاد نداره به حال معلم نداره هرچه هست نفع و ضرر او به خود همه شاگرد برمیگرده اینجا هم همین گونه است حقیقت تکلیف این است پس اگر حقیقت تکلیف این باشد که ما اگر اطاعت خدا کردیم در مسیر کمال قرار میگیریم اگر معصیت خدا کردیم ما از کمال سقوط کردیم از مقام انسانیت سقوط میکنیم خب ما به خود ضرر زدیم بله. اگر معصیت کردیم ما به خود ضرر زدیم پس در اینجا چه معنا دارد که خداوند او را در جهنم عذاب بکند عقاب بکند در او آتش سوزان قرار بدهد او سرب گداخته در دهان او و در دل او و در باطن او ریخته شود درسته ما که بالاخره بدهم کردیم در حق خود بد کردیم بله. اگر اطاعت کردیم برای خود اطاعت کردیم نفع به حال خود رساندیم پس این که آمده است گفتن بالاخره کیفر غایت تکلیف است سمره و نتیجه تکلیف است یه هم نمیتواند حقیقتا یک فلسفه درستی باشد یعنی واقعی فلسفه رو واقعی بالاخره کیفر الهیر نمیتواند بیان بکنه تشریح بله. بسیار ممنون متشکرم چون فرصت برنامه تمام هست و حدود دو دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم انشالله ادامه این فلسفه ها و این چرایی که علت و فلسفه این به سوالی که چرا خداوند مجازات می کند او هم با این نحوه شدید که شما مثال هایش رو بیان کردید وعده ما و شما باشه با بینندگان عزیز برای شنبه هفته آینده سلامت. که با همین موضوع و همین عنوان در خدمت استاد گرامی هستیم تشکر از شما مطالب زیبایی که بیان کردید تشکر از شما بینندگان که همراه ما بودید امیدوارم که مجموعه مطالب بیان شده در این برنامه و ما زحمات بنده و همکارانم یک برنامه خوب و مفید برای شما بینندگان عزیز بوده باشد صحبت به میان آمد از اعمال خیر و شر اگر بخواهیم مقایسه کنیم بین اعمال خوب و اعمال بد ممکن است که عمل بد یک لذتی داشته باشد اما این لذت گذراست و نتیجه ای عمل تا آخر گریبانگیر انسان خواهد بود و اعمال خوب اگر رنج و سختی هم داشته باشد این رنج و سختی گذراست نتیجه و اثر خوبی عمل باقی میماند لذا حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان به زیبایی اشاره میکنند که چقدر فاصله زیاد است بین دو عمل عملی که لذت او میگذرد و کیفر و مجازاتش باقی میماند و اون عملی که سختی و رنجش میگذرد اما پاداشش ماندگار و جاودان هست ان الله که خداوند متعال به همه ما و شما توفیق انجام بهترین و نیکترین اعمال را عنایت کند و در آخرت هم ما را از جمله رستگاران و کسانی که سعادتمند هستند قرار بدهد هزار نکته نوشتیم بر صحیفه دل هنوز عشق تو عنوان سرمقاله ماست بینندگان عزیز و ارجمند پیروز و پاینده باشید تا برنامه دیگر خدا یار نگهدار شما <applause>